از رسامی ها بر دیوارهای امنیتی شهر تا رسامی بر دیوار امنیتی ناتو در کابل. اما هدف پشتیبانی از نیروهای امنیتی افغانستان. می خواهند با هنر رسامی پل میان نیروهای امنیتی افغان و نیروهای بین المللی باشند. خواستیم که یک پل باشیم میان شهروندای کابل، شهروندای افغانستان و مقر ناتو که اینا اکثرا نمیتونن بیرون براین از لحاظ مشکلات امنیتی. از خاطر ما خواستیم که از دیوارها را رسامی کنیم و هم با یک از تصاویر پلیس ملی افغانستان. شریفی میگوید این رسامی به خاطر تشویق از بانوان شجاعی پلیس ملی است. تصویر از یک از بانوان شجاعی پلیس ملی است که اینا یک خانم و یک طفل کمک میکنن و در اینجا یک پیام هم داره که پلیس ملی افغانستان بانوان که در پلیس ملی خدمت میکنن اینا یک قدرت بسیار فوق العاده هستن. هدف دیگر این هنرمند در رسامی بر دیوارها افزایش احترام به لباس نظامی است. وی تا اکنون چهره های زیادی را از نیروهای امنیتی بر دیوارهای شهر کابل رسامی کرده است. صدیق صدیقی، سخنگوی وزارت امور داخله که خود به کشیدن این رسامی کمک میکرد، گفت که از راه هنر حمایت از نیروهای امنیتی بسیار مهم است. این بخش از تلاش های است که مردم در یک جامعه سنتی مثل افغانستان بدانند که موجودیت خانم ها در پلیس بسیار اصل اساسی است. اساکر امریکایی و ماموریت حمایت قاطع نیز در این رسامی نقش داشتند. چارلی کلیفلن، سخنگوی ماموریت حمایت قاطع که خودش هم رسامی می کرد، گفت که خانم ها در نیروهای امنیتی افغان نقش مهمی دارند و چنین رسامی ها برای تشویق آنان مهم است. باورم این است، هر اندازه ای که مردم این رسامی ها را مشاهده کنند، بیشتر عادی می شود و بخشی از زندگی روزمره می گردد و قربانی های نیروهای امنیتی افغان را نیز به یاد مردم می آورد. گروه رسامی هنرسالار همچنان می خواهد بر دیوارهای امنیتی سفارت امریکا هم رسامی کنند. این گروه تا اکنون 30 رسامی بزرگ را درباره فساد اداری، ورزش و نیز در برابر حملات انتحاری بر دیوارهای کابل رسامی کردند. این گروه هنرسالار میگوید که نه تنها در کابل بلکه در ولایت هم به کارهای هنری خود ادامه خواهد داد تا از طریق هنر از نیروهای امنیتی افغانستان حمایت بکنند. رحیم گل ساروان، تلویزیون آشنای صدای امریکا، کابل.